دوستان و همسفران عزیز، همسفرانی که در هفته‌های گذشته در این سفر برنامه‌های ماهواره‌ای سما تیوی از طریق تلویزیون، از طریق پادکست‌های رادیوی مسیحیان فارس‌زبان همراه ما بودید تحت این عنوان همسفر. ما یک همسفر دیگری داریم و خیلی خوشحالم اولا که با کشیش ورشخان بابا خانی و شبان عزیز فرشید سید مهدی خدمت شما بودیم در برنامه گذشته و امروز ادامه خواهیم داد این برنامه رو. پس همه دوستانی که از ابتدای این برنامه با ما بودید خدا برکتتون بده و اگر امروز اولین بار ملحق میشید امیدوارم برنامه گذشته رو دیدید و همینطور متشکرم از کسانی که با نامه‌ها، با تماس‌ها، با تلفن‌ها داستان‌های زندگیشون رو نوشتن، اطلاعات دادن راجب سفرهایی که دارن، راجب چالش‌هایی که دارن. و در همون ابتدای برنامه میخوام خدمتتون بگم ما هر روز غیر از روزهای یکشنبه 4 ساعت دعای باز داریم، آزاد داریم در کلیسای جامعه فارس زبانان و لطفاً تماس بگیرید، موضوعهای دعا رو در میان بذارید، برکاتتون رو تقسیم کنید دیگران و ما بنا بشیم و شاد بشیم و چالش‌ها رو در میان جمع مطرح کنید که با هم دعا کنیم. برادرم فرشید خیلی ممنون که باز در این سفر با ما وفادارانه و شادمانه هستید و داستانه زیبای زندگیتون رو با ما در میان میذارید. منم خدا رو شکر میکنم برای این فرصتی که به من داده شده، همینطور از شما عزیزان که ما رو در خانه هاتون از طریق سوشال میدیا و همینطور رادیوی جهانی پارس را دادید، در خدمت شما هستیم و خوشحالم و واقعا اینا تجربیاتی که خدا در واقع اجازه داده، فرصت داده در زندگیمون داشته باشیم و امیدوارم باعث بنا و برکت دیگران باشه. من باورم نمیشه که هفته های گذشته این برنامه همسفر چقدر مورد توجه عزیزان قرار گرفته و در اون اولین روز گفتیم که برای هر سفر آدم مقصدی داره، دلیلی داره که این مقصد رو انتخاب کرده، بعد وسیله مناسب اون سفر هم وسیله نقلیش و هم وسایل آمادگیش، یعنی کفشی، کلاهی، لباسی مناسب اون سفر تهیه میکنه. اگر آدم میخواد بره عروسی در یک کشوری باید نگاه کنه فصل عروسی چیه و بعد لباس مناسب تهیه کنه اگر مجلس دیگری هست همینطور، و بعد توشه راه رو باید فراهم کنه و در نهایت هم سفران باید داشته باشه. آدم بهش تنهایی خوش نمیگذره. خداوندم ما رو برای مسافرت در این زندگی تنها نذاشته. در ابتدای خلقت میگه خداوند نخواست آدم تنها بمونه، همسری برایش فراهم کرد. ولی ما دفعه گذشته اگه خاطرتون هست از انجیل متی خوندیم باب دو که 3 نفر پادشاه ایرانی، از دلاوران ایرانی، فرزانگار ایرانی، منجمین ایرانی، در باب دو میگه و چون عیسی در ایام هیرودیس پادشاه در بیت لحم یهودی تولد یافت، ناگاه فرزانگانی چند از مشرق به اورشلیم آمده گفتند کجاست آن مولود که پادشاه یهود است، زیرا که ستاره او را در مشرق دیده ایم برای پرستش او آمده ایم. من وقتی در کنفرانس هایی در خاورمیانه هستم دوستان یمنی اونجان میگن نه از یمن بودن قطعا. حالا اینجا میگه که در ایران که نیستن. چرا میگید از شرق؟ از شرق اومدن. شما شرق اورشلیم رو نگاه کنید، شرق بیت لحم رو نگاه کنید و اون تاریخ 2000 سال پیش رو نگاه کنید که چند نفر هستن که مراکز نجوم و ستاره شناسی دارن و ساوه یزد اینطوره. و در برنامه گذاشته عرض کردم یزدی هست، شهر یزدی در مجارستان و ارتباط داره با یزد ایران، حتی ارتباطات فرهنگی داریم و ارتباطات دیگری. اما یک نکته‌ای که اینجا هست، این پادشاهان اولا میرن پیش هیرودس چون پادشاه بودن دیگه و فکر میکنن چون پادشاهن و قلب بازی دارن یه پادشاه دیگه هم میتونه قلب باز داشته باشه، اما هیهات اون هیرودیس میگه مضطرب شد، به هم ریخت، نمیگه شاد شد. و در ضمن یک جلاد خونخاری بود، میگه قومم. ببینید در این آیه میگه هیرودیس پادشاه چون این را شنید مضطرب شد، تمامی اورشلیم با وی، چون بلای سر اینا می آورد و آخرش هم بلا آورد. بعد میگه لطفاً برید و تحقیق کنید که منم بیام. بعد چون سخن پادشاه را آیه 6 شنیدن روانه شدن که ناگاه آن ستاره که در مشرق دید اومدن پیشروی ایشان میرفت تا فوق آنجایی که تف بود رسید بایستاد، و چون ستاره رو دیدن
بی نهایت شاد و خوشحال شدن. به خانه در آمده طفل را با مادرش مریم یافتند و به روی در افتاده او را پرستش کردند. ذخایر خود را گشوده هدایای طلا و کندر و مر گذرانیدند. هدایای طلا و کندر و مر آوردند. این همه نماد بسیار مهمی است از حیات و مرگ و قیام عیسی مسیح و به اون نمیتونیم بپردازیم. ولی نکته جالب برای من اینه که میگه ستاره رو وقتی یافتن شاد شدن. من سوالم اینه که هم وطن عزیز، فارس زبان عزیز، ایماندار مسیح عزیز، آیا ستاره راه را گم کردید؟ یعنی ستاره رو گم کرده بودن، راه را گم کرده بودن. چقدر لطیفه. من فکر میکنم قد اینجا اشاره کنم به اولین جی پی اسی که خدا به انسان داده بود و این ستاره در واقع جی پی اس اینا بود. بله. یا همون علامتی که میگه که 250 کیلومتر تا اورشلیم. بله بله بله. یا 100 کیلومتر تا آمستردام. بله. بله بله. در واقع گم کردن اون ستاره، اگه گم نداشته باشیم ما در بله. زندگیمون، ندونستن کدوم سمت داریم میریم. نمیدونم بله. چقدر برای شما دوستان عزیز و همتو شما پیش اومده که یه آدرس رو رفتین و اون فلش مسیر نداشتین، هیچ جی پی اسی هم نبوده. قدیما من یادم نقشه بود، از اون نقشه اصلا مصیبتی بود. از اون نقشه نگاه میکردیم از اینجا باید بریم اینجا تو این مکان و تمام مسیر رو نگاه میکردیم، N1 به N2 M1 M4 M5 بله. تا برسیم به کشورگمون. سوال میکردیم اونجا یه نشانه ای میگه بکه بستنی فروشیه، میرفتیم میگیم دکه نیست، نکنه شبه این دکه رو برده بودن. مصیبتی بود آدرس پیدا بله. کردن. برای همین میگم خیلی برای اونها در واقع اون ستاره حکم اون راهنمای راه داشت به جایی که پادشاه به دنیا می اومد و این خیلی مهمه. ما در زندگی هامون بدونیم که این نویگیتور یا اون راهنما رو لازم داریم. حالا اتفاقا این سوال هست، این راهنما رو اگر شما نداشته باشید دور خودمون هی میگردیم. بعضی وقت تلاش میکنیم با یاده های خودمون پیدا کنیم ولی باز اشتباه میکنیم و علامتی که این راهنما میده باز خیلی جالبه برای من. بعضی اوقات وقتی اشتباه میرین سعی میگه دور بزن، هی میگه دور بزن، برگرد سر پیش، برگرد دور بزن. ولی ماها در مسیر زندگیمون هیچ وقت دور نمیزنیم، گوش میدیم، هی صدا میاد ولی باز ادامه میدیم. خیلی جالبه که بعضی اوقات میری میگه turn around if possible، دور بزن اگه ممکنه. بعد من گوش نمیکنم، مگه میگه یا خاموش کن یا گوش کن. خیلی قشنگه، میگه یا خاموش کن یا گوش کن. بالاخره نمیتونی هم روشن بزنی، میگم بذار اون حرفشو بزنه. بعضی وقتا ما فکر کنم دوستان عزیز هم سفر میگیم خدا بذار حرفشو بزنه، ولی من کار خودمو میکنم. دقیقاً من میخواستم به همین اشاره کنم. تو این مسیر اگر اون ستاره خودمون رو که هدف رو به ما نشون میده، مقصد رو نشون میده، جایی که باید بریم از دست دادیم، باید گوش کنیم به صدای خدا. ولی بدیش اینه که اون، یا خوبیش اینه، اونا این ستاره رو از دست داده بودن به خاطر اینکه رفته بودن پیش هیرودیس، باید همون ستاره رو پیگیری میکردن. ولی فکر کردم خب پادشاه باید پادشاه. گاهی هم ما در این مسیری که میریم به طرف مقصد، همونطوری که در برنامه گذشته انجیل لوقا باب 10 رو دیدیم که خداوند عیسی مسیح دو به دو افراد داره میفرسته به طرف جایی که خودش قصد داشت، از کسی اشتباهی مشورت میگیریم. بله. لطفاً از شخص درست آدرس بگیرید. دقیقاً. من میدونید خیلی خطرناکه تو کلیسا از فردی سوال کنیم چه هدایت میشی برای زندگی ما که ما رو به ترکستانی که بده خوبه، ولی ترکستان کویر برای ما بفرسته. بنابراین مواظب باشیم نریم سراغ هیرودیس چون لباس فاخر داره پادشاه و نظر شما برای کار من، این بیزنس من، ازدواج من. چرا از خدا سوال نمی کنیم؟ دقیقاً. اگر از اون ستاره پیروی کرده بودن اصلا لازم نبود پیش هیرودیس برن. من یه چیز عجیبی رو که شنیدم شاید تو این مسیر، شبانی بود میگه من هدایت نمیشم تو ازدواج کنی با یکی دیگه. یعنی حتی ما به خودمون اجازه میدیم افراد رو چیزی که اصلا به هدایتش برای ما نیست. اصلا حقشون نیست که هدایت بشیم برای اینکه یه نفر دیگه بخواد ازدواج کنه یا هر کار دیگه. و این تصمیم رو شخصی باید دعا کنین براش، وقت بذارین و اون آشنایی همه این مسیرها رو باید خدا آماده کنه، فراهم کنه تا در مسیر درست انجام بشه. ولی ما متاسفانه یا تحت تاثیر یا اینکه به قول شما از افراد دیگه‌ای برای مسائل دیگه‌ای که مربوط به خود ماست سوال می‌کنیم. عنان و اختیار رو به دیگران میدیم. حالا میتونه این یک شبان باشه، ولی این شبانی که حالا اسمش شبانه، ببینید تیتر شبان داشتن انسانو شبان لایق نمی‌کنه. تیتر کشیش داشتن
انسان رو کشیش لایق نمی کنه. و همینطور تیتر عضو کلیسا داشتنم عضو سرسپرده عیسی مسیح نمی کنه. برگردیم مشورت های صحیح از فردی که صحیحه بگیریم. و اینا چون برگشتن بیرون اومدن و از دست این هیرودیس خلاص شدن، خدا با ستاره رو آورد و میگه خیلی شاد شدم. من سوال میکنم از دوستان همسفر، آیا ستاره رو از دست دادید؟ آیا گیج هستید؟ بعضی اوقات آدم رانندگی میکنه میدونه خطاست ولی باز تخت گاز میره. یه دوست داشتم میگه اشتباه کردم، باز تخت گاز میرم. گفتم آقا اشتباه کردی، آروم برو، یه خروجی رو پیدا کن، بعد خارج شو سوال کن. اشتباه کردید، ستاره رو از دست دادید، ولی این ستاره الان دیگه بالا تو آسمان نیست، تو قلب شماست. این ستاره نور خداوند عیسی مسیح که در قلباتون درخشیده. پس فرصت بدید شما رو برگردونه به اون حقیقت. این ستاره در قلب ماست پشی جان، الان در قلب ماست. شما این تجربه ندارید که وقتی آدم اشتباهی کرده توبه میکنه یه شادی میاد، بعد صدای روح القدس رو باز میشنوه؟ بله، این حضور این هدایت کننده، من میتونم بگم این ستاره پس وقت همون روح القدس در ما که ما رو نسبت به مسائلی که دور و بر اون هست بیدار میکنه، آگاه میکنه و باید بهش گوش کنیم. نباید همینجوری راهمون رو بگیریم ادامه بدیم، بگیم من میرم. نه، حتما یه راه دیگه ای هست. بله. دنبال یه راه دیگه ای خیلی اوقات میگردیم، ولی راه دیگه ای نیست. کوتاه‌ترین راه حتی تو نویگیتور یا همین دستگاه های جی پی اس همیشه اون که برگردی زود. هر چی ادامه بدی راه یه میری 10 کیلومتر اضافه شد، یک کیلومتر میری 10 کیلومتر راه اضافه میشه. برای همین باید بدونیم وقتی این ستاره در قلب ما زندگی میکنه به صداش گوش کنیم، به قلبمون، به اون آرامی که خدا در زندگی میده به اون گوش کنیم و اون رو انجام بدیم تا بتونه زندگیمون ثمرمند باشه، بتونیم لذت ببریم از ثمراتی که تو زندگیمون میاد. چقدر زیبا، چقدر زیبا. قبل از اینکه ادامه بدیم، چون بحث بسیار شیرین الان مطرح میشه راجع به این بلشسر و عرض به حضورتون که 3 نفر بودن، کاسپار و ملچور، که اینا اسماشون هم اینجوری در اومده. و ولی اول اجازه بدید یک میان پرده کوتاهی دوستان در اتاق فرمان تهیه کردن، نگاه کنید، سورپرایزی هست و بعد ادامه میدیم. خیمه ملاقات، اتاق دعای آنلاین کلیسای جامع فارسی زبانان، دعا و شفاعت برای درخواست های شما همراه با کشیشان، شبانان و خادمین در کنار شما خواهیم بود. روزهای دوشنبه تا شنبه 2 صبح و 4 عصر. برای اطلاعات بیشتر به سایت کلیسای جامع مراجعه نمایید. دوستان امیدوارم لذت بردید از اونی که میان پرده کوتاهی که دوستان ما در استودیو تهیه کرده بودن برای کار زیبایی که الان انجام میشه. عده زیادی همکاری میکنن، بسیاری پشت صحنه هستن. اگر بنده و همسفر عزیز و یار دیرینه من فرشید سید مهدی اینجا نشستیم و داریم با شما صحبت میکنیم، به خاطر که 10 نفر دارن خدمت میکنن، بعضیا داوطلبانه، بعضیا پاره وقت و بعضی تمام وقت، بسیاری دعا میکنن، بسیاری هدیه میدن که بتونیم این پیغام عالی رو خدمتتون برسونیم. ولی از انجیل متی خوندیم در ابتدای برنامه که این 3 فرزانگانی که ملشور و بلشسر و گاسپار نام نهاده شدن اومدن. یک کلیسایی هست، ما بیش از 200,000 ایرانی، بیش از 100,000 افغان در آلمان داریم. کلیسای بسیار زیبا و مجللی هست در کلون آلمان، شهر بزرگ کلون. ایرانی عزیز دیگه اینقدر دنبال دیگه اینجا و اونجا و تفریح و نمیدونم بستنی خوردن و بساطا تو پارکا تابستان نباشید، که اینا همه خوبه. یه کلیسای هست به اسم درای کونیگ کرش، کلیسای 3 پادشاه در کل. لطف کنید همکاران اسلایدر رو نشون میدن، این اسلایدر رو نگاه کنید، ببینید چه کاتدرال، چه کلیسای عظیمی هست در کل. اگر در آلمانید حتما برید اونجا و این 3 مقبره رو نگاه کنید، طلایی رو، طلاییه.
و الان پشت شیشه های ضد گلوله گذاشته شده. چرا سه تا مقبره؟ و میگن درای کنیگه، سه پادشاه، این جسدشون استخواناشون از ساوه در آوردن قرنا پیش. اون موقع که کلیسا در قسطنطنیه اوجی داشت و استیلاگر بزرگ و قدرتی باشت و پاپ آورد این اجسادشون از ساوه به قسطنطنیه، اونجا نگه داشتن، از اونجا به میلان، و بعد یک پاپی هدیه داد به اسقف اعظم در کلون آلمان. و اینه که سه پادشاه ایرانی، این سند هست و الان اونجا. ولی خدا رو شکر که این سه تا پادشاه مقبرش هست، اما پادشاه پادشاهان مقبره ای نداره. عیسی مسیح قیام کرده است. هللویا. پس ببینید این سفر اینا سفر فرزانگان بود و این پادشاهان اونجا. شما رفتید اون کلیسا رو ندیدید؟ نه، من اتفاقا خیلی خوشحال شدم، نمیدونستم که داستانش چجوری هست، چجوری سر از اینجا در آوردن. بله بله. و این برام خیلی جالب بود تو این برنامه که بشنوم واقعا از ساوه تا کرن این سند تاریخی است. یعنی چیزی که نیست که من فقط در بیارم. من البته میگم 50 سال نیم قرن علاقه دارم، البته مطالعات من خیلی کنده، دوستان فرهیخته‌ای هستن در ایران که این 50 سال میتونن 5 روزه مطالعه کنن بدون اغراق، ولی من تمام وقتم به این کار نبودم، در کنار خدمت‌ها و فعالیت‌ها و کار اقتصادی و شرکتی هم این کار رو انجام دادم. اما اینا واقعا از ساوه تا کلیسای عظیم، باز عکسش رو نگاه کنید، کلیسای پر جلالیه، کلیسای کل، و اونجا برید و این پادشاهان عکس بگیرید و یه روزی در آسمان این سه تا پادشاه رو خواهیم دید. نه. پس دوستانی که فکر میکنن ما این مذهب مسیح و دین مسیح ریشه ایرانی نداره، کلن بی اطلاعن، حداقل از تاریخ بشر آگاه نیستن. شاید این مقداری هم اینا رو آوردن این طرف که بگن توی غربی ما، یعنی آوردن اینجا بگن جسدشون. ببین جسد پادشاهان ما هم اینجا مورد پرستشه. جالب اینم که خودش سفر بعدیشونه. یه بله؟ سفر داشتن به سمت اورشلیم و بازدید پادشاه، این سفر هم سفر اثبات بله. ملاقات پادشاه است. و اینم جالبه چون خدا رو شکر در مسیحیت اسناد خیلی واضح بله. و در دسترسه بله. و این تایید میکنه که این سفر رو اگه من تصمیم میگیرم با خدا برم، پشت سرش سندهای خیلی قاطعی ایستاده، چه از نظر جغرافیایی، چه از نظر شخصی، چه از نظر مکانی. همه اینها در واقع اون علامت‌های بله. اشاره است به سمتی که این مسیر توست. یعنی وقتی که به نظر من ما اطاعت می‌کنیم و حرکت می‌کنیم، ستاره حرکت می‌کنه. بله. ببینید اگر این سه نفر پادشاه و شاهزاده یا منجم ایرانی در یزد مونده بودن و در ساوه مونده بودن، حرکت نکرده بودن، ستاره اونجا ایستاده بود. بعضی از مسیحا میگن خب ستاره حرکت کنه منم حرکت میکنم، خدا راه رو باز کنه حرکت میکنم، اون برادر بیاد امکانات مالی درست بشه. دوست عزیز من، تو حرکت کن، ستاره هم حرکت خواهد کرد. بالعکسه، حرکت ما باعث میشه که ستاره هم حرکت کنه. و این دوستان وقتی رسیدن پیش هیرودیس، جای اشتباهی رفتن، با شخص اشتباهی مشورت کردن، ستاره رو گم کردن. باز برمیگردم در این درس از شما استدعا میکنم، اگر مشورت هایی کردید که شما رو به خطا برده، چه در کلیسا چه در خارج از کلیسا، یا از هیچ کس مشورت نگرفتید، از نفس ستیزه جوی خودتون، نفس مستقل و نفس مغرور خودتون خط گرفتید، الان موقع توبه کردنه. در هر وضعی که هستید، خداوند میتونه الانم ستاره رو در بیرون زندگی شما و در درون قلبتون نمایان کنه و شما رو به سر مقصدی که باید اونجا میرفتید هدایت بکنه. پس این پادشاهان راه افتادن و ستاره رو دیدن، چه لذتی. و ما امروز میخوام دعا کنیم برای مسیحیان فارس زبان که بی مقصود زندگی نکنند. و این ستاره فقط برای اونا نبود، این ستاره برای من هم هست، برای شما هم هست. اگر کسی بخواد عیسی مسیح رو پیدا کنه، شما فرمودید چند برنامه قبل که اگر میخواید مسیح رو پیدا کنید و او رو ببینید، ملاقات کنید، در یک لحظه میتونه میلیارد سال نوری رو خداوند نزدیک بیاره و شما با اون ملاقات داشته باشید. فاصله ما هر چقدر زیاد هم باشه، برای خدا فاصله خیلی کمه که بله؟ پیش ما بیاد. بله. اگر در همین مسیح که شما توضیح دادید
اون راهنماشون رو گم کردن افراد، اون ستاره‌ای که بهشون نشون بده مقصدشون کجاست. راه برگشتش فقط همینی که اون قسمت، اون جایی که نشون میده خدا، در اون قرار بگیری و برگردی و ببینی خدا اونجاست، منتظر توه، اونجا ایستاده و میخواد که با این انتخاب ما در مسیر زندگیمون ما رو ملاقات کنه، عوضمون کنه و میخواد به ما نشون بده چه خدای پرجلالیه که میتونه خیلی چیزهایی که در این مسیر ممکنه ما رو هدایتهایی غلط بکنه، اونها رو از زندگی ما برداره و از ما دور کنه. بله، کاملا درسته. و این نقشه و برنامه ریزی خدا چقدر جالبه. میگه و چون و این طلا و جواهرات و مر و کندر رو تقدیم میکنن، چون در خواب وحی بدیشان رسید که به نزد هیرودیس دیگه بازگشت نکنند، پس از راه دیگر به وطن خیش مراجعت کردند. و چون ایشان روانه شدن، ناگاه فرشته خداوند در خواب به یوسف ظاهر شد و گفت برخیز، طفل و مادرش را برداشته به مصر فرار کن و در آنجا باش تا به تو خبر دهم، زیرا که هیرودیس طفل را جستجو خواهد کرد تا او را هلاک نمود. پس شبانگاه برخواسته، طفل و مادر او را برداشته به سوی مصر روانه شد تا وفات هیرودیس در آنجا بماند. خیلی جالبه که وقتی که در مسیر اطاعت هستیم، خداوند با ما صحبت میکنه. آمین. بله. و اینجا یک نکته بسیار ظریف است برادرم فرشید. بسیاری میگن خدا با من صحبت میکنه، عمل میکنم. نه عزیز من، اینطوری نیست. تو اطاعت کن، خدا صحبت میکنه. اینطور نیست؟ بله. ببینین، من فکر میکنم ما بعضی وقت منتظریم خدا اون چیزی که ما دوست داریم صحبت کنه. بله. یعنی ما منتظریم. بله. یعنی ما منتظریم. اسمش انتظاره، ولی باز منتظریم چی هستی؟ منتظریم که من میخوام انجام. بله. یه مثالی بود، یه دلجبازیه شما میزدید، یا یک شبان دیگه بود میگفت یه نفر سر سرایی وایساده بود، یه چوبی دستش بود، اینو مینداخت بالا، میومد پایین، هی میگفتن خب چوبو چرا میندازی بالا؟ میگفت من میخوام این چوب نشون بده کدوم سمت باید برم. بعد میگفتن خب چرا هی ادامه میدی میندازی؟ یه دور انداختی معلوم شد سمتش برو دیگه. میگفت نه، اون سمتی که من میخوام آقا وای نمیسته این چوبه. یعنی بعضی اوقات هدایتای ما تو زندگی هامون اینطوریه، ما دوست داریم خدا ما رو هدایت کنه، ولی اونجوری که من میخوام برم، اون مسیری که من دوست دارم، اون مسیری که خودخواهی های من هست، اون مسیری که شاید اون خواهش های نفس من هست، اون رو بیشتر دوست دارم، تو اون مسیر خدا من رو هدایت کنه. ولی در این مسیر سفر، دوستان عزیز، به اتفاق برادرم فرشید خدمتتون عرض میکنم که اگر سالهایی رم از بین رفته و ملخ خورده و تلف شده، خداوند میتونه این سالهای تلف شده رو به شما جبران کنه. با ما باشید در برنامه‌های آینده. امیدواریم که این سفری که با هم ادامه میدیم باعث لذت و بنا، اصلاح، تقویت، تشویق و تأمین زندگی های شما باشه. آمین. خدا برکت دو. خدا برکتتون بده. هللویا. با شادی و حمد و پرستش به پیش رویم، با لشکر آسمانی هم صدا شویم، در این جهان نور عیسی باید افشانیم، شادی و صلح و صفا به دلها ببخشیم. عیسی مسیح از تو سردار ما، عیسی مسیح از تو سپر ما، عیسی مسیح از تو سپر ما، عیسی مسیح سرور ما، سفر ما. عیسی پیروز گشته این بر دنیا، با نام عیسی فرو میریزیم قلعه ها، کیست به ضد ما چون عیسی شد یاور ما، او سردار لشکر سماوی خدا. عیسی مسیح از تو سردار ما، عیسی مسیح از تو قدرت ما، عیسی مسیح از تو سپر ما، عیسی مسیح سرور ما، زفر ما. آمین. آی جشنی بر پکاییم از دهر ایسا، جشنی برای سردار لشکر خدا، چون ایسا سردار لشکر آسمان است، پیروزی ما در این نبرد آشکار است. ایسا مسیح از تو سردار ما، عیسی مسیح از تو قدرت ما، عیسی مسیح از تو سپر ما، عیسی مسیح سرور ما، سفر ما. آمین. بیایی با دست رو بپرستیم،
بیای خداوند رو بپرستیم با شادی. هللویا. آزاد شدم با خون او، آزاد شدم با خون او، آزاد شدم با خون او، از روح القدس پر شدم، از هر گناه پاک شدم، آزاد شدم، نجات یافتم به فیض او، نجات یافتم به فیض او، نجات یافتم به فیض، از روح القدس پر شدم، از هر گناه پاک شدم، نجات یافتم، تعمید یافتم به روح او، تعمید یافتم با روح او، تعمید یافتم با روح، از روح القدس پر شدم، از هر گناه پاک شدم، تعمید یافتم، شاهد هستم به اسم او، شاهد هستم به اسم او، شاهد هستم به اسم، از روح القدس پر شدم، از هر گناه پاک شدم، شاهد هستم. هللویا. در قلب من باشد جشن و شادی، در قلب من باشد جشن و شادی، آزادم کرد مسیح، باشد مرا هادی. در قلب من باشد جشن و شادی، در قلب من باشد جشن و شادی، آزادم کرد مسیح، باشد مرا هادی. در قلب من باشد جشن و شادی، آیا در قلب تو امروز جشن و شادی هست یا غم و نگرانی هست؟ اگه در غمی در نگرانی هستی، امروز خبر خوشی برای شما دارم. عیسی میتونه به ما شادی دائمی رو بده. هاللویا. یک بار دیگه میخونیم، ولی قلب تو باز کن و بگو عیسی بیا در وارد قلب من شو، میخوام این شادی آسمانی رو داشته باشم. در قلب من باشد جشن و شادی، در قلب من باشد جشن و شادی، هاللویا. آزادم کرد مسیح، باشد مرا هادی. در قلب من باشد جشن و شادی، در قلب من، در قلب من باشد جشن و شادی، در قلب من باشد جشن و شادی، آزادم کرد مسیح، باشد مرا هادی. در قلب من باشد جشن و شادی. هللویا. شما می توانید از طریق ایمیل و همینطور واتساپ با ما تماس بگیرید. ایمیل ما هست wrpersian@gmail.com و همینطور واتساپ ما هست 2031-638-9898-98. Thank you.
امیدواریم که این برنامه پند حقیقت آشکار باعث برکت شما شده باشه. اگر در مورد این برنامه سوالی دارید، می توانید با شماره واتساپ 201-638-98-98-98 با ما در تماس باشید.